شما اومدیم به قسمت دوم برنامه امشبه ما خانم میترو بابک الان کنار ما نشستن که قرار درباره سوالی که هفته پیش برای شما دوستان عزیز مطرح کرده بودن و شما کامنتاتون رو توی فیسبوک برای ما گذاشته بودین صحبت کنم خوب است خانم, خانم بابک خیلی خوبه وقت تلف نمی‌کنیم خیلی سری هفته پیش روش به شک و بدبینی صحبت کردیم از مردم خواستیم که برن به هم دیگه بگن اگه شک دارن گفتن و جوابای خیلی زیادی هم واسه ما فرستادن بله دوست عزیزی گفتن که من دوستان خیلی به من دروغ گفتن و وقتی بهشون گفتم که تو به من دروغ گفتی اون گفتن که نه تو بدبینی تو شکاکی ما همچین دروغ نگفتیم بعد یه هفت ما فهمیدم نه حق با من بوده واقعا به من دروغ گفته بودن بعد الان دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم با اطرافیانم بز اصلا مسئله دروغ رو یه خورده باز کنی ببین ما متاسفانه دروغ شده یه ورزش ملی بر ما سنتی اصلا بر ما. دروغ مسلحتی رو برای ما درست کردن وقتی من کودک از کودکی دارم دروغ میشنم بین پدر مادرها بین خانواده دارن به همدیگه دروغ میگن به من قول میدن بعد زیر قولشون میزنن این خودش دروغه پنهانکاری رو من دارم میبینم طبیعتا تخم شک و بدبینی برای من کاشته میشه از همون ابتدا و مسئله دروغ که دیگران دروغگوان دیگران پنهانکارن و بعد وقتی از این خانه وارد جامعه میشم وارد مدرسه و دبستان میشم دوباره همون مصیبته وارد جامعه بزرگترم که میشم میبینم همه دارن به هم دروغ میگن همه به هم باج میدن همه دارن سر هم کلا میذارن دروغ مصلحتی هم که درست کردن و به راحتی مسئله مسئله عامی شده طبیعتا تخم بدبینی در شرق خیلی زیاد میشه سقراط تو یکی از سفراش در شرق رفته بود و نظرش این بود که مردان شرق اکثرا بدبین هستند و خانم های آنها وسواسی خب این یه مسئله بزرگیش در شرق ببین در قرب ما میدونیم که همه قیمت ها فیکسه مشخصه چونه ای ما نداریم ولی وقتی تو ایران و جامعه شرق میریم تو هر مغازه‌ای که میریم همش داریم فکر میکنیم که چجوری ما چونه بزنیم بعد فکر میکنیم خیلی زرنگیم طرفم فکر میکنه خب خیلی زرنگه زرنگ تو زرنگ میره همه داریم سر هم کلا میذاریم و متاسفانه همه شک داریم که دیگری داره به من دروغ میگه که بحث دروغ و بعدا در آینده حتما باید بازش بکنیم چون یه فرهنگ غلط و زشت و غیر اصولیه که کم کم دونه دونه ماها اگر تغییر بکنیم جامعه تغییر میکنه اما در مورد این شخص خب طبیعتا این, این مشکل بدبینی شاید نداشته ولی خب دروغ شنیده از کودکیش دائما دروغ شنیده و بعد یه مسئله ای هم چک کرده بهش و متاسفانه رفته گفته و دینایل یا انکار ما دوباره یه مصیبت انکار داریم شجاعت نداریم که اگر خطا و اشتباه کردیم بگیم خطا و اشتباه کردیم منو ببخش مسئله عذرخواهی هنر عذرخواهی نداریم هنر شجاعت اعتراف نداریم به خاطر اینکه قضاوت میشیم شدیدن تنبیه و محکوم میشیم و یا و یا ترد ممکنه بشیم همین دلیل میترسیم اقرار بکنیم و از اقرار کردن فراری هستیم و این باعث میشه که کدورت ها بیشتر میشه دروغ ها بیشتر میشه شک و بدبینی بیشتر میشه و این عزیز بعد از شش ماه که رفته ثابت شده که دروغ, نبوده حرفش درست بوده خب خیلی سرخورده میشه اینجا حالا این عزیز مشکل نداشته اون طرف مقابل که انکار میکنه مشکل داره سعی کنیم نترسیم انسان باید خطا کنه انسان اشتباه میکنه مت... مسلما همه و در حال خطا کردن و اشتباه هستیم ولی بزرگترین کار اعتراف کردن به اون خطا و اشتباه و بعد هم خودمون آرامش پیدا میکنیم و هم دیگه در برای در این که گفتین به اشتباهتون باید اقرار کنین گفتین صحبت کردین دوستای عزیز کامنت دادن که ما رفتیم در شک و تردید اون بازمون صحبت کردیم ولی خب در طبیعت و زاد آدمی هستش که وقتی اشتباهش رو بهش میگی سریع جبه بگیره و خودش عقب بکشه و بگه ایراد از تو تو مثلا بدبین و شک کردی در صورتی که من این کارو شاید از روی محبت کردم و از روی شش کردم ولی تو نباید به من بدبین باشی جپه میگیرن عقب میکشن همونه ببین مسئله اینه که به چه صورتی من گفتم اگه من بدبین شدم شک کردم به کسی بعد هنر گفتمان من بلد باشم نرم با خشونت و با اتهام حرف بزنم وقتی من یه دفعه با خشونت بیام بگم کجا رفته بودی فکر میکنی من نمیدونم فلان کسو اینجوری نگاه کردی خب طبیعتا من میترس تو میترسی وقتی اینجوری به هجوم ببرم تو میترسی و ترس اولین کاری که میکنه گریز یا, یا استقامت و جنگ و گریز میشه کاری که میکنم اینه که فورا دینا یا انکار میکنم از ترسم و یا اینکه میزنم زیر گریه یا اینکه رو روش های متفاوت از خودم نشون میدم من باید با آرامش برم بگم من یه همچین شکی رو کردم دیشب یه همچین کاری رو که کردی من نو ناراحت کردی من تا صبح نتونستم بخوابم اشتباهم کردم که تا صبح نخوابیدم شب بهتر بود در موردش صحبت میکردیم با هم وقتی با یه تون صدایی من بیام به تو بگم خب تا دیگه جبهه نمیخوای بگی احتیاج نیست جبهه بگیری مگه اینکه کاری کردی ترسیدی ولی اگر کاری واقعا نکردی خب با آرامش جواب میدی بعد اون با آرامش بیشتر توضیح میده تو با آرامش بیشتر توضیح میدی و خیال راحت ممکنه شما بخوابی هم. طرز گفتن مهمه طرز گفتن بسیار بسیار مهمه بعضیا میگن که این, این شک و بدبینی نیستش که این غیرت این دوست داشتن این عشق تفاوت خیلی زیادی بین عشق و بدبینی هستش انسان کنترلگر وقتی با بدبینی قاطع میشه انسان بدبین کنترلگره دائما میخواد کنترل بکنه وقتی دائما داره کنترل میکنه عشق از بین میره برای اینکه طرف مقابل احساس ناامنی بیشتر میکنه احساس ترس و وحشت بیشتری میکنه و خطاش حتی ممکنه متاسفانه بیشتر بشه حالا من بعدا یه روزی در مورد تفاوت بین عشق و تعصب تفاوت بین عشق و بدبینی رو بیشتر در موردش صحبت میکنم چون میخوام در مورد خیانت صحبت کنم اصلا بین رو موضوع خیانت در هفته های آینده البته ولی باید تفاوت بذاریم خیلی فرق میکنه این عشق نیستش که من نمیذارم طرف مقابلم رو تو قفس نگهش داشتم یه زنجیر نامری هم بهش بستم میگم پرواز کن پرواز نمیتونه بکنه بعد برای زنجیر بهش بستم دائما بهش نگاه میکنم دائما موازی به حرکاتشم ذره رو روش انداختم بعد میش میگم ببین چقدر تو رو دوست دارم این به خاطر عشقمه به خاطر عشقت نیست به خاطر اون احساس ناامنی خودته درسته حالا قبل از این موضوع رجوع به این صحبت کردید که خب کسایی که میرن و با بقیه صحبت میکنن به شک و تردیدشون و بقیه انکار میکنن بعد این به اون فردم خیلی ضربه میزنه برای که اگه کسی از اون طرف واقعا بهش راست بگه و بگه من این کار نکردم باز هم حساب میکنه که اون داره انکار میکنه چجور میشه این تفاوت فهمید که یه نفر داره انکار میکنه ولی خب یه نفر واقعا هم داره از خودش دفاع میکنه و خب کارو خیلی سخت میکنه وقتی ما توی جامعه ناسالم زندگی میکنیم که هیچکس به هیچکس اعتماد نداره واقعا دقت بکنیم در جامعه شرق مخصوصا جامعه ایران الان خیلی این مصیبت عدم اعتماد خیلی شده متاسفانه خب کارو خیلی سخت تر میکنه اما اگر من واقعا یک کاری رو نکردم و دارم مورد اتهام قرار میگیرم من نکردم من چی میترسم با آرامش خاطر نبا عصبانیت با خیال راحت چون خیال خودم وجدان خودم راحته که من نکردم حالا که من نکردم تون صدا مشخصه رفتار مشخصه وقتی من صادقانه با صداقت کامل و شجاعت دا... کامل بگم که تو اشتباه میکنی پریسا جان من به فرض من یه همچین کاری رو نکردم چرا یه همچین احساسی به دست داد شاید مسئله من بودم شاید یه حرکتی رو ناخداغا کردم که تو یه همچین احساسی به دست داده ولی من کار بدی نکردم برام بیشتر توضیح بده تا من بیشتر به توضیح بدم وقتی من با این صدا دارم حرف میزنم بدترین آدم بدبینم خب آروم میشه تا اینکه نه برعکس به چه حقی من اتهام میزنی کی گفته که من چی کاری کردم اصلا من از اینجا میرم میزنه زیر گریه حوار میزنه شروعش میکنه طرف میگه شک میکنه بیشتر بهت شک میکنه بیشتر بهت شک میکنه چرا دقت دیفنسیو شدی حالا دفاعی به خودت گرفتی نگیر با آرامش خاطر اگر کاری رو نکردی با آرامش خاطر جواب بده اگر کاری رو کردی عذرخواهی کن بگو من معذرت میخوام آره مثلا فلان شب رفته بودیم تو اون مهمونی من شدم با اون خانم رقصیدم درست میگی شاید کارم درست نبود روشی که من میرخصیدم شاید مثلا اگه همون لحظه که خودمون متفجه میشیم اگه بریم بگیم قبلی که ازمون سوال بشه شاید بیشتر کمک کنه یعنی همین جمله که شما الان گفتید قبل از اینکه همسر من بیاد سراغ من بگی چرا من خودم بگم من اینو متفجه شدم احساس کردم به شما گفتم این یه قدم جلوتر باشه دقیقاً ببین یه حرکتی همین مسئله که توی مهمونی من پشیدم با یه نفر رقصیدم همسرم یا پارتنرم خیلی خوشش نیومد من میفهمم میدونه که پارتنر به راحتی هم دیگر با بادی لنگویج هم دیگه نگاه هم یه ثانیه میخواد سر ثانیه میخواد به محض اینکه احساس میکنم طرف مقابلم ناراحته دست فردارم از این رقصم برم برم سراغ عزیزم عزیزم خیلی مهمتر از رقص منه برم سراغش در کنارش بهش بیشتر محبت بکنم براش چیزی بیارم تمام وقتم رو سعی کنم با خودش اگر میخوام برقصم با خودش برقصم اطمینان و سریع به این عزیزم بدم که یه وقت شک نکنه که من کار آنچنانی داشتم کردم یا نظر آنچنانی داشتم اگر واقعا ندارم باید حتما این کار رو بکنم اگرم دارم که مشکل دیگه خدا به دادت برسه وقتی میرین خونه اینجا دیگه مصیبت منم <applause> که چشمم پاک نیست و نظر داره البته یه چیز دیگه هم که هست بعضی وقتا از دست هم دیگه وقتی که ناراحت میشم به خاطر همین مسئله بی توجهی ولی خودشون توجیه می کنن. یعنی میگن که خب من که سرم گرم کارمه کار میکنم برای که برای خانواده همسر من نباید از من ناراحت باشه اگه بهش بی توجه هم. اگه سر کارم دیگه این دیگه رخصی در ما بقیه نیست خودشون خودشون توجیه میکنن که من ساعت خب سر کارم اگه به همسرم بی توجه هم. اون نباید من شک بکنه چون برای اون دارم این کار بکنه متوجه شدم منظور چیه بعد خیلی وقت خانم توی خانن آقا پرووایدر کار میکنه میاد خسته است کم توجهی میکنه خانم کم کم احساس میکنه که نکنه یه وقت کسی دیگه تو زندگیش یا آقا احساس کنه که نکنه که کسی دیگه تو زندگی هم سر من بی تفاوت شده تازگی یا اینو بعد حتما صحبت کنم در موردش سری هر چه زودتر که من تازگی همچین احساسی را از میگیرم اولا خودم محبتمو کم نکنم لج نکنم بهش زنگ بزنم محبتمو بیشتر بکنم بعد اگر دیدم نه خیلی داره بی‌حوصلگی نشون میده خیلی خسته است و خیلی بی‌تفاوتی داره از خودش نشون میده حق مسلمه که برم باش صحبت کنم که بگم یه همچین احساسی رو داری به من میدی که احساس میکنم بی توجه شدی به من و این منو داره نگران میکنه افکار منو داره مخشوش میکنه و جاهایی که نباید ببره داره میبره لطفا به من توضیح بده که چرا بی تفاوت شدی خب آقا ممکنه که به دو, دو... دو... یا خانه ممکنه دو راهه یا واقعاً بی, ت... بی تفاوت نیست خسته است که بعد متوجه بشه مهم نیست چقدر خسته ای مهم اینه که کار و وظیفه واجب خودت که توجه دادن به همسر و بچه هاتر نباید فراموش کنی کاری نداره کار دو دقیقه است کار یه دقیقه است نوازش کار یه دقیقه است خستگی در, خستگی خودش خودش در, در, در میاد خستگی خودشم در میاد خستگی خودشم در میاد وقتی به هم دیگه میگن خسته نباشی اگر نه مسئله بین من هست چی تو فکر من هست افکار من هست که بعدا در مورد خیانت که صحبت بکنم اونجاست که دیگه من من باید فکر کنم که چه،, چه, کاری دارم میکنم با خودم و زندگی که اونو بعدا در بحث خیانت صحبت میکنم در خب خانم بابا گفتیم که هفته بعد بحثتون مربوط به نوروز میشه بحثش چیه بحثمون در مورد بخششه بخشش بلد. بخشش از دید روانشناسی از عزیز روانشناسی میخوایم بخشش رو نگاه بکنیم چون عید نوروز همیشه به ما گفتن که عید نوروز ببوسین همدیگر رو ببخشین ولی من اصلا اینجوری نمیگم ببوسین ببخشین سلواتی اصلا نمیخوایم باشه میخوایم خیلی جدی نگاه کنیم مدید روانشناسی برای من و برای دیگری این دنیای بخشش چه وسعتی داره و چه حسنی داره بذار من خیلی سریع در مورد تکنیک هم یه خود سریع صحبت حتمان بکنم حتمان که چیکار باید بکنیم وقتی که من بدبینم باید کاری که باید بکنم اینه که اقرار بکنم من بعد بینم متوجه بشم نه جنگم بفهمم من بعد بینم دیگه بذار برم خودم رو نجات بدم من سوختم و سوزوندم به هیچ جام نرسیدم بعد ریشه یابی بکنم کمک حرفه ای رو حتما حتما بگیرم بعضی وقتا دارو درمانی که حتما باید بگیرم سعی بکنم <تصفح> ببخشین سعی بکنم که حتما تغذیم رو خوب بکنم یعنی اون خودخواهی سالم من بهش میگم healthy selfishness خودخواهی سالم رو به خودم بدم قشنگ غذا و خوب بکنم مهم نیست بچه خورده یا نخورده خانم هم یا شوهرم خورده یا خودم برای اینکه این تغذیه خیلی مهمه تغذیم خوب بکنم آرامشم بیشتر بکنم ریلکسیشن رو یاد بگیرم تکنیک های ریلکسیشن رو یاد بگیرم نفس کشیدن همه اینا رو بعد نگاه بکنم به این پرونده های لعنتی گذاشتم که ریشه یابی هم کردم یا روانکاوم برام ریشه یابی کرده کمکم کرده که این پرونده لعنتی چقدر منو سوزون چقدر حال و آینده منو داره خراب میکنه من با گذشتم و حال آیندهمو خراب نکنم یک بار بیایم تو این دنیا چرا با این بیماری بدبینی خودمو حالمو و, حالم و آیندهمو و دیگرانو رو بسوزنم زندگی کنی لذت ببری از زندگی کردنت یادم باشه که زندگی میتونه رنگی هم باشه نمیتونه اینقدر سیاه و یا سفید باشه به خاطر این گریه میشه رنگ خاکستریه <applause> <و> <applause> چون هیچ, هیچ،, هیچ چیزی سیاه و سفید نیستش و این آرامشم ادامه بدم به شکم شک کنم فکر نکنم همیشه من درست میگم از منطقم استفاده کنم برای اینکه انسان بدبین نمیتونه از منطقش استفاده کنه فکر میکنه از منطقش داره استفاده میکنه چون پازلا رو میذاره بغل هم در صورتی که داره از عواطفش استفاده میکنه که همون خشم انزجار کینه نفرت حسادت ترس و استرابه که بعد گفتیم که تبدیل به افسردگی میشه درمان پذیر هست نترسین ولی درست و اصولی با یه روانکاو خوب روانشناس خوب حتما در تماس باشین راحت میشین نجات پیدا خیلی هم خوب یه کوچولی هم بگم شما گفتین که هفته آینده می‌خوایم راجع بخشای صحبت کنیم اگه بخواید یه جوری اینو بیان بکنین که خب بیننده هم تو شریک باشن یه چیزایی برام بنویسن روی فیسبوک چی میتونه باشه تو جمع برم حتما آخرین باری که بخشیدین کی بود و چرا آره خیلی متشکرم مرسی ممنون. خانم خارم بابک, بابک. <تصفيق> ممنون <تصفيق> خیلی دیگه وقت نداریم همینجا از خانم بابک هم خدافظی می‌کنیم راه ارتباطی با که می‌دونید فیسبوک من تو پلاس و وبسایت اصلی به اتفاق خانم بابک و امنه عزیز باتون خدافظی می‌کنیم خدا نگهدار